پس از کسب 6 امتیاز ارزشمند تیم ملی والیبال ایران مقابل آمریکا، نماینده ایالات متحده بامداد دوشنبه ایران را به مقصد روسیه ترک کرد و تقریبا همزمان ملی‌پوشان لهستان وارد پایتخت کشورمان شدند. بازی خیلی مهمی در پیش روی ماست و ما خیلی خوب میدونیم که رویارویی با تیم ایران کار سختیه. عملکرد خوب این تیم مقابل آمریکا هم به خوبی این مسئله رو روشن میکنه. با حضور هوادارهای ایرانی بازی سختی در پیش داریم. امیدوارم از برگزاری این دیدار لذت ببریم. هرچند بازی آسانی نخواهد بود. تیم ایران هواداران بیشماری داره. ما واقعا هیجان زده ایم که باید در مقابل این هواداران پرشور حاضر شویم. والیبالیست‌های آمریکا که به عنوان قهرمان دوره قبل گام به این جام گذاشتند، با 6 پیروزی متوالی که در آغاز لیگ جهانی به نام خود به ثبت رساندند، به عنوان بخت نخست صعود به دور نهایی مسابقات لقب گرفتند. پس از این تیم هم شاید بسیاری از کارشناسان شانس تیم‌های لهستان و روسیه را حتی بیشتر از نماینده کشورمان می‌دانستند. اما پس از 2 پیروزی ایران مقابل روسیه، بازی‌های حماسی تهران و کسب 6 امتیاز ارزشمند دیگر مقابل آمریکا، تمام این معادلات را برهم زد تا دیگر تیم‌های مدعی این گروه هم در حاشیه امنیت نباشند و البته تیم ملی والیبال کشورمان هم در زمره مدعیان قرار گیرد. از جمعه همین هفته بازی‌های تیم‌های ایران و لهستان در شرایطی آغاز می‌شود که نماینده شایسته ایران تا اینجا مقتدرترین تیم دوره برگشت لیگ جهانی است و تنها تیمی است که بازی‌هایش را 3-0 پشت سر گذاشته. اختلاف امتیاز نماینده کشورمان با لهستان هم تنها 3 امتیاز است. و با توجه به 6 امتیازی که در 2 بازی تهران رد و بدل می شود، هر تیمی که سهم بیشتری از این امتیازات کسب کند، یکی از مدعیان اصلی صعود خواهد بود. البته اگرچه تیم لهستان عنواندار قهرمانی جهان در سال 2014 است و قطعا تیم دست و پا بسته‌ای مقابل ما نخواهد بود، اما ایرانیان نشان دادند که با اتحاد و یک پارچگی تیمی بازیکنان، کادر فنی، فدراسیون و هواداران خونگرم و والیبال دوست توان این را دارند که ورزشگاه پرحرارت آزادی را برای هر قدرتی در دنیای والیبال به میدانی سخت و طاقت فرسا تبدیل کنند.